و اون نگرانی این است که میبینیم با این مجلس بررسی قانون اساسی و تغییرات عمیقی که در قانون اساسی دادن، بیم این میره که بعد هم باز مملکت چند قطبی باشه، مملکتی باشه که باز کسی تکلیف خودشو ندونه، عوامل متعددی روی دولت و روی مسئولین عمل بکنه، قطب اداری، قطب اجتماعی، قطب سیاسی، قطب دینی، قطب نمیدونم اقتصادی. و این بزرگترین با ما با این نگرانی بزرگ ترک میکنیم که مملکت بعد از قانون اساسی و بعد از تصویبش باز هم دچار هرج و مرج و بی تکلیفی باشه و حاکمیت ملت که جانشین خداست، خدا و خلق، این حاکمیت نباشه، حاکمیت طبقاتی ولو طبقه روحانی برش وجود داشته باشه. اون نخست وزیری که بخواد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیره، این برای لای جرس خوبه. مگه من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستم که آب خوردن رو ما اجازه بگیریم؟ اصلا این چه ایرادی بود؟ چه حرف بی‌معنیه؟ اگه بنا باشه نخست وزیر و وزیر خارجه و وزیر دفاع مورد اعتماد نباشن و تشخیص نداشته باشن که با وقتی با یه وزیری صحبت میکنن چی بگن، چی بشنوند و چی نگن، اینا رو اصلا نباید نگه داشت. 39 قانون اصل 39 قانون اساسی صراحت دارد که کسانی که بازداشت شدند یا در حین محاکمه هستند، دستگیر شدند، هیچ گونه حق حرمت و حیثیت به کسی که به حکم قانون دستگیر یا زندانی شده یا تبعید شده نباید باشه و اگر کسی این کار رو کرد جرمه. بنابراین بنده نسبت به بیانات و اظهارات و اتهاماتی که به انواع مختلف بود علیه آقای مهندس امیر انتظامی شون اینجا مهندس آزرگان، شما توجه داشته باشید که از خودتون باید رفع اتهام بفرمایید نه از آقای امیر انتظامی. و حاصل خشونت ها و بیرحمی ها افزوده شدن ناراضی ها و انتقام خواهان و برگشت کنندگان از انقلاب و دین و دین است و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می شود. آقای اسدی صمیمانه راجع به انتخابات مجلس آینده میخواهم صحبت کنم. نهضت آزادی اولین گروهی خواهد بود که به مقابله با استبداد و رجعت طاغوت خواهد پرداخت. اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و در همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت خود را یگان مالک، یگان مسئول و یگان مأمور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده وقعی به رضایت و رأی مردم ننهد. انتخابات واقعا آزاد این است که اسمن و رسمن به دور از تبعیض و تظاهر و از همکنون که چند ماه به زمان انتخابات مانده است اعلام و اجرای آزادی گردیده، اجازه نطق و نوشتن و گرد آمدن اونطور که قانون اساسی و قانون مطبوعات مقرر داشته است به موافق و مخالف داده شود. همه افراد ملت در اظهار عقیده و انتقاد و اعتراض و در انتخاب نمایندگان خود آزاد باشند و از تهمت و تهدید و بفرمایید.